بینندوهای گلم سلام، امیدوار هستم که خوب و جور صحت من باشین و آخر هفته تان به خوشی و آرامی سپری شده باشه. امروز تاریخ 8 اکتبر است و ما و شما بازم یک جا دولی شدیم که برتون ترشی کدو و کچل قروت درست کنم. عزیزای ما، من باید برتان یادآور شم که کدو است که ما به این اندازه ایرا توتا کردیم، اما کدوی کلان نارنجی است که برتان نشان دادم و البته با اینی کارت ایرا توتا میکنیم که وقتی که ایرا با اینی کارت توتا کنین این تو توتا میکنه خط خطی و ای برای ترشی بسیار خوب معلوم میشه و ای کدوی است که ما ایرا پوست کردیم. دو نوع کدو را میتونیم، دو نوع ترشی پرتین که یکی بی پوستش است و یکی پوستارش است که مردم خوش داره که با پوستش، چونی پوست لشمه که اینی نویت کدو است که ایرا نو کدو میگن، ایرا میتونین که ایت پوست نکنین و با پوستش پرتین، چون پوستش یک کرسپ بسیار خوبه در ترشی تولید میکنه که مزه ای ترشی از این ترشی کده زیادتر است. اما بعضی مردم نمیخواه کلانترین فایبر پوست کدوست که ما شما اگر او رو استفاده کنیم بر ما مفاد داره. خب آل ما دیگه در سر منقل میمانیم او جوش میکنیم و این کدوها رو در او جوش میتیم. آل که او در سر گاز جوش آمده میبینیم که او جوش است، درش نمک اندازه و وقتی که نمک انداختیم آل بایی همین کدوره که تو تا کردیم مندازیم. اول یک خوشین شما اندازیم که کدوره جرس بک شود و خوشن اندازیم. این آل میتونیم کنش کنیم. تمام کدو را انداختیم، یک دفعه کدو را شور میدیم، سرپوش دیگه میمانیم، فقط 10 دقیقه میمانیم که کدو جوش بخوره که بسیار نرم هم نشه بسیار سخت هم نمانه. عزیزای ما وقتی که قفه صفحه زرد را میبینیم در روش تولید شده و کل کدو ها بالا میایه، وقتی است که باید کدو را از او بیرون کنیم و به خاطر که چون اوشه ضرورت داریم برای کدوی دیگه، برای کدوی پوزدار خود، این را مجبور هستیم که از او بیرون کنیم و همش او کمیال داغ است، هیچ خالی نکنیم، راستن کدوی دومی را در این پرت کنیم. شما هم تو میتونین دیگه ترکاری ها را اگر داشتین، هر چیز دیگه که میخواستین ترشی پرتین، میتونین که هم تو نمی وقت استفاده کنین پرتین. حالا این کدوی پوزدار را در این اندازیم که او جوش است، هیچ مجبور نیستیم که گاز گل کنیم. این را هم میمونیم که او در وقت نمک داره، مجبور نیستیم که نمک تکرار پردیم. عزیزای گل من، این حالا که یک دانی از این را بگیریم تو کنیم، میبینیم که ناخون درش میره، همی که میگن ناخون درش رفت، وقت ترشی است، باید این را از دیگ بکشیم. با حال اینه میگیرم و یاره هم از دیگ میکشم. بسیار ساده به این مندازم که زیاد نشاره، که اگر زیاد شارید بازم اون کیفیت ترشی خراب میشه، کلش علیسه و علوه میشه و باز ترشی خوبش نمیاد، کل زامت های ما هیچ میشه.
خلاص شد خلام گل میکنم. خب حالا آمدیم در وقت اندختن ترشی. فراموش نکنین که ظرفای ترشی، ظرفایی را که جوش میتین و تمام لوازم قاشقا، تمام چیزی که برای ترشی کار میگیرین باید خالی از چربی و پاکی باشه، که پاک باشه، صفا باشه. اگر یک چیزتان چتر بود ترشیتان خراب میشه. همه تو خودتان باید پاک باشین. حالا مقداری از کدو را به این ظرف بندازیم. البته باید بگویم که بسیار دوستا و عزیزای ما به حساب در مسنجر امرای ما تماس گرفته بودن، تلفونا بود اینا، که من هیچ حتی تعدادشان و نامهایشان با حافظه خود من میفهمم که کی چی گفته، اما من نمیتونم که همگیش دانه و دانه قصه کنم، چون از حد معمول زیاد هستن و من کلشان قصه هایشان گتوت برتان نگویم. این حاله که ای کدو رو به ای انداختیم، اولین چیزی که به ای اضافه میکنیم نمک است. نمک هم اندازیم. در انداختن نمک در ترشی زیاده روی نکنید، برای از اینکه یک چیز ناقص است. خود ترشی، سرکه و مواد که در ایش اضافه میکنیم کلشان نمک خود دارن. سبزیجات سیر میده رو مندازیم، همه تا سیر درست رو مندازیم. اگر سیر ایره یک بار دو دقیقه در جوش منداختیم بسیار خوب میشد، که بر دیگه شمی کار میکنم، برای از اینکه رنگ سیر تغییر نمیخوره. و من اوجوش گل کردم، اما بازم میرم این سیر در اوجوش مندازم، که بسیار مهم است. دانه های رنگی مرچ که ما از باغچه چیندیم، این بر مقبولی و طعم ترشیتان بسیار تاثیر میکنه، که ایره هم در این مقدارش هم مندازیم. مرچ سرخه، که یعنی مرچ سرخ تنده یا مرچ سرخ بدون تنده که طعم داره، این را هر دوش گت میکنیم و در ماشین یک چرخ میتیم. این برای چتنی بودن ترشیتان بسیار تاثیر خود میکنه، که چند قاشق هم از این در این مندازیم. ببینید چند قاشق هم از این مندازیم در ترشی، که این هم باعث بسیار مزه و رنگ و رخ ترشی میشه، که اگر من ترشی را در اینجا بانم شاید برتون خوبتر قابلیت دید داشته باشه. و نانای خشکم اضافه میکنیم. هر وقت مقدار مواد نظر به مقدار که شما ترشی مندازین ببینین و مراد کنین، چون که هزار نفر مقدارش فرق میکنه. همه تو نانای تازه را که مزولی گرفتیم، سعی کنین این نانای تازه را هم که مزولی گرفتیم بهش اضافه میکنیم. چیزی که قابل یادآوری است البه و سیادانه است، که این به دلخواه خودتان است. من این در ریسپت نوشتن نکردم، به خاطر که بسیاری از مردم ما آرزو ندارن که دو چیز علاوه کنن. بناهن من سعی میکنم که برتون یاد بتم، اما دلتون که مندازین دلتون که نمندازین. این ها چیزای حتمی نیست، اما یک تعداد مردم عادت دارن و اینا را هم به توشی مندازن. آخرین چیزی که به توشی تا علاوه میکنین سرکه سیب سلات است، که بعضی مردم علاقه دارن به جای انداختن سرکه نصف آب پرتن و نصف سرکه، که بعضی نفران نمیتونن سرکه را زیاد تحمل کنن، از او خاطر اونا همیشه سعی میکنن که کم آب و کم سرکه اضافه کنن. شما میبینید که با اندک از کارهایی که با انجام داده خود باید پیدا کنم، با اندک از کارهایی که انجام دادیم میبینید که ترشی سینمای پامیر در پیشش
کمی میکنه. میبینی؟ عجب ترشی بود اینجا. و این ترشی هم به خاطر ترشی سینمای پامیر خوبش بود که وقتی که ترشی را آدم میخرید این مساله ها جدا ماندگی بود. و هر کسی که در ظرف یا پلاستیک اینایی که ترشی کدو میگرفت یا ترشی بانجان میگرفت یا از کلش گتوت میگرفت، گلپی و زردک و بادرنگ و همگی، بازو یا یک قاشق خورد از سیر و گشنیچ و مرچ تازه و از این چتنی سرخ تازه از اینا بهش اضافه میکردن، تو اونمو بود که او ترشی نام پیدا کرده بود. اناله اگر شما هم میخواین که ترشی تان فوق العاده بیایه و هیچ کم و کاست نداشته باشه و همی که سر مرتبان ترشی را واز کنین یک قیامت برپا شوه، اینمی ببینید که هوای دال بمیره، اینمی چالش است که اینمی کارها را بکنه. عزیزای من یک چیز دیگر که برتان یادآوری کنم ایست که در این ایام که هوا رو به سردیست در بازارا شلغم آمده، شما میتونین عین پروسس ترشی کدو را سر شلغم انجام بدین. شلغم تنها جوش بدین، با سیر و مرچ و مساله تان امرای سرکه توشی پرتین و میفهمین که شلغم چقدر مفاد داره، میتونین که ترشی شلغم داشته باشه. ترشی کدوی پوستار خود هم حالا در این ظرف مندازیم و سعی میکنم که ایره از اول مواداره. بازم برتان میگم که سیر یک دو دقیقه جوش بده، باز پرتین که ممکن است که رنگ سیرتون تغییر بخوره که با جگرخون نشین. میشین که از اول پرتم که البس یا دانه دانای خشک سیر ریزه شده، سیر کلانم انداختم از این مرچ سرخ تند که به جای از این که من قشور بتم خوب است که از همه اول گتوات پرتم که کار ما آسان شود. مقداری از نانا انال دوباره در رویش بازم کدو رو مندازیم. ببینید که کدو هنوز نشاریده، خوب دقت کنین در وقت جوش دادن کدو. فکر کنم که برای این ظرف کفایت میکنه که مواد دیگه هم جاری شود. ایشانه ایمانم بازم نانای تازه مندازیم، این مرچ ها رو مندازیم، اولبه مندازیم، سیادانه مندازیم، سیر درست مندازیم، کمک از این مرچ مندازیم و نانای خشک مندازیم و سرکه. نمک هم فراموش نکنیم، نمک اینجاست، یا کمک هم نمک در این اضافه میکنیم و سرکه رو مندازیم. نالید مجبور نیستیم که در شور بدیم، چون دیدین که همی دور و دور ظرف کلش خودش همه چیزا همه مواد و گتوات است، هیچ مجبور نیستیم که رو زیر سر کنیم. تو کار آدم آسان تر میشه که لادلا آدم همه چیزش از اول پرده. در ضمن جور کردن ترشی من باید براتون بگویم که مادر نایی جان که خانی همشیریم در ویکند آمده بود، اونا یک زن با شرسته، یک سرسفید نازنین هستن که براتون چی بگویم، بر من ستکای دیگ و دست خود دختر که پروگرام های ما رو سعی میکنن و همه تو بر دم دیگ من که کلان است، یک ستک بسیار کلان دوخته که هم ای را من بتانم بند کنم. ببینیم که سرسفیدای ما از بیکاری هیچ چرت نمیزنن، فکر نمیکنن، پروگرام مار سعی میکنن و میشینن خیاطی میکنن. من به استعدادشان آفرین میگم، بسیار زن با شرسته لایق
و مقبول است که سعی کنیم که چقدر ایره میتون آدم بر خمیر هم استفاده کنه که من چون دیگه را باتش دم میکنم از او خاطر ایره بر خمیر ها نانا و کلچه های زمستانی خود در داخل خانه گلوار نگاه میکنم که بسیار تشکر مادر جان گلم نای جان قند بسیار تشکر لطف کردین میربانی داره حال آمدیم در قسمت تهیه کوفته روی کچل قرود ما 3 کیلو گوشت گاو داریم شما میتونید که از گوسپند هم تیار کنین یا از گوساله هم هر چیزی که دلتون میشه و 1 کیلو هم پیاز داریم که درش اضافه میکنیم و همه تو نمک داریم 1 قاشق نمک مندازیم 1 قاشق سیره مندازیم 2 قاشق خوبتر است بخاطر اینکه بوی گوشت بگیره زیره 1 قاشق مندازیم مرچ سیاه 1 قاشق مندازیم مرچ سرخ هم 1 ذره مندازیم و زیره هم 1 قاشق مندازیم اینا را با هم مخلوط میکنیم حالا آمدیم در قسمت کلوله کردن کوفته روی کچل قرود که عمو مواد را که شما کوفته را زدین و یک جای کردین کمک روغن دستان میگیرین و کوفته را میگیرین ایره کلوله میکنین دستان کپ میگیرین هر دو دستان کپ میگیرین کلوله مقبول تر میشه و برابر به بیت بال یا برابر به توپ پینگ پانگ خورتر یا خورتر اگر میخواین اندازش اما مقدر دیده شوه که در روی کچه قرود دیده شوه و از خاطر که کمره است من هم این اندازه را انتخاب میکنم برای از اینکه کوفته ها در عکس دیده شوند در غیر از اون میتونین شما خورتر از این اندازه هم انتخاب کنین کل شبه یک اندازه و یک ترتیب کلوله میکنین و دستان همش روغن میزنین که اینا را اگر یک جای میمانین اینا به یکی دیگه خود نچسبن حالا دیگه خود از سر دو گاز موندیم روغن هم دایش انداختیم پیاز میده را برای کوفته مندازیم روغن خود داغ بود زرفتی پیاز برامد وقت پیاز به این اندازه رسید شما میتونید که کلولای کوفته را به این پرتین که یکمک با این پیاز و روغن یکمک لوب بخوره و سرخ شود حالا که یک 2 دقیقه کوفته در روی پیاز جوشیده از دو طرف دیگ میگیریم و دیگ را ببینیم اینه تو شور میدیم تا کوفته ها کلشان کلوله خود کلولگی خود از دست نتن ببینیم در سر لواب است و اینانه مساله های شدهش اضافه میکنیم مطمئن شدیم که قایم است چیز گرد نیست اول مساله را درش اضافه میکنیم 1 قاشق نمک مندازیم زیره مندازیم زردچوبه مندازیم سیر میده رو مندازیم و کمی مرچ
خشک مندازیم که میبینیم که این اگر نکردیم مزهش هیچ میشه و همه تو رو به بانجان میرن در سه دیگ خود مندازیم و بازم دیگ خود یک شوره جانانه از دو طرفش میگیریم شور میدیم بعد از او آو مندازیم بازم ما داره که انداختیم دیگه یک شور میدیم ببینیم اینال او جوش او یخ نپتیم او جوش ها در دیگه خود اضافه میکنیم در کنج شایسته مندازیم ببینید که کفته ها چیز نمیشه بخاطر که سر روغن یک ذره جوشیدن یک کمک مندازیم و بازم دیگه خود شور میتیم هیچ وقت از کفگیر یا ملاقه کار نگیریم برازی که دیگه تان باید امرای دو طرف دیگ شور بخورن پس میمانیمش که بجوشه یک چند قباد باز شما رو در جریان میمانیم عزیزای من اینال وقتی که کفتا خود سخت کردن دیدیم این کفتا سخت شده چیز نیست این رو میمانیم که اینال بجوشه یک کمک هاوی زیادتر انداختیم که کفتا نم شود چون گوشت گوست این رو برمان میمانیم که جوش بخوره و سر پوشم درش میمانیم عزیزای گل من حال آمدیم در قسمت گلا که بسیاری از بیننده های ما همیشه بر من نوشته میکنن که چطور گلا خودت جور میکنی و این گلا را چطور هر روز به شکل دیگه به تیپ دیگه میمانی من چندین نوع گل دارم و گلا کلش پلاستیکی هستن گرچه گلا تازه همیشه خوب هستن اما اینا اقتصادی تر هستن چون من برنامه میسازم برای من بسیار خوبتر است که من اینا رو داشته باشم که وقت به وقت چینج کنم و برای من همیشه باشن من یکی از گلا را براتون تا ساده نشان میدم ببینیم که انواع اقسام گلای یک قسمی اگر داشته باشین که به این شکل باشه شما دیفرن رنگایش میگیرین و اینا را همیشه گلا را نظر به قدشان و نظر به تیپشان انتخاب کنین که چی به چی میخوانه و همه تو رنگا را همیشه اگر در کورس رسامی هم آدم برای که من یک وقت میرفتم در پلوامی در کورس کوزات صنایع مستظرفه بود ما اول تنها صنف پنسیلیش کار کردم به رنگ اوی و روغنی که صنف دوم سیمش بود نرسیدم یک چیزای دیگه آمد پیش که نرفتم برحال براتون میگم که همیشه از رنگا اگر کار میگیرین رنگا شما را کمک میکنن ای که خوش ذوق معلوم شوین یا کاری که میکنین درست معلوم شوه به نظر تماشاگر میمان یا میزبان یا بیننده بنام حال ما اگر مثلا اینی گلا را یک جا میگیرم و دیفرن رنگا را با هم یک جای میکنم و در اینی گلدانه که این گلدانم تقریبا گلای به شکل از این رنگ شده و گلابی رنگ شده و سفید رنگ شده ما گلابی داریم سفید داریم و زرد داریم اگر ما این چیزا رو مراعات میکنیم نمود گل ما و نمود کار ما خوبتر دیده میشه که شما این امیال در چشمتان میبینیم که این اگر ما شما میبینیم سعی کنیم من دوام میتونم براتون میبینیم یک معمولی خود داره که گلو اصلا بسیار ساده است جور کردنش نظر به میزتان نظر به دعوتتان ناگفته نمانه که گاهی هم ختم ها و یا موضوعات دیگه در بیان میایه که شما میتونین که همیشه از گرین ها و گلای سفید استفاده کنین همیشه در مراسم دیگه که غیر از مراسم خوشی باشه شما میتونین همیشه از بلگ های سبز و گل های سفید و بلگ های سفید استفاده کنین که هم یک مناسبت است که شما در ختم و اینا از او کار میگیرین که این نوع گرین هاست و نوع سفید و این رنگ هاست که شما میبینین که اینا یک سنگینی خود دارن همه تا بر مسائل خوشی و پرتی و اینا که همیشه اینی تیپ گلا را میمانند فکرتان باشه که همیشه اگر مناسبت خوشی یا موضوعات دیگه است همیشه از این تیپ گلا استفاده میکنند
که معلوم داد شما میفهمید که نظر به رنگ میزتان، نظر به خانه تان، نظر به ظرف و اینا شما میتونید که هم نوع گل انتخاب کنید. همیشه بر موضوعات غذا و میز نان و بعض صبحانه ها و چیزهای دیگر و دنر اینا همیشه بر نان شب و اینا شما ضرورت دارید که بعض لیموها، مرچها، سیب و ناک و اینا از انواع و اقسام میوه ها را شما هم در روی میزتان بانین یا در پلوی غذا ها بانین یا در یک کنجی از میز در یک سبد بانین. این هم بسیار باعث مقبولی میزتان میشه. و همه تو مرچ ها که همیشه میفهمید که در سر اشتها چقدر تاثیر داره با یک ظرف که خودش مربوط آشپزخانه است، خودش در جمله ظرف های میز است. شما گلدان جدا نمیگیرین بلکه همون ظرف هم میگیرین و در بینش مرچ ها یا همون چیزهای دیگر میمونین و بسیار سادگی اطرافش هم با چیزهای سبز پر میکنین و در تان یک مقبولی دیگر هم میتن که یا همه سر اشتیا و غذایتان تاثیر داره. همه تو در قسمت از خانه یا کنج تشناب یا کنج میز آرایشتان یا یک جای بسیار خرد یا میز چای میتونین هم از یک قسم گلها که رنگهای تیره تر داشته باشن به این رنگ رنگای تیره تر داشته باشن شما این را میکس کنین، چند رنگ با هم میکس کنین و اندازش به یک سرایی یا یک گلدانی که تقریبا شکل دانش یک کمک جمع باشه بانید که اینا شور نخورن. هم میتونید که براتون یک ترتیب را جور کنین که خوشایند باشه و دوست داشتنی معلوم شود که این هم یکی از اون جمله ها هست. عزیزای من در آمدیم در قسمت گلای آفتاب‌پرست که از اینا کلانایش هم یافت میشه، خردایش هم بر اندازه حتی به اینی اندازه بیبیگکایش هم هست در گل فروشی ها که شما میبینید. و گلای آفتاب‌پرست یکانه گلای هستن که اینا به تنهایی خود مقبول هستن و ای با گلای دیگه زیاد مکس نمیشن و همیشه دستی گل از این تنها مانده میشه. تنها اگر کده سبزی یا بلگهای سبزی رو یک جای میکنید یک کمک خوبتر است. در غیر از او همیشه به تنهای خود ای کفایت میکنه، این چیز هم مجبور هم نایش گرفت نکنید و ای همی که در گلدان میمانید این قواره خود داره، هیچ کمی نداره، مثل یک چیز مکمل است، مثل یک مقبولی است که خدا به ای داده. و گل آفتاب‌پرست هم میبینیم که چه ارزش هم داره که از او روغن جور میشه و خستایش ها به سرگرمی میخورن و بسیار استفاده از او میشه. اگر شما در قسمت رنگ ها و انتخاب گلا کمه که مشکلات دارید و نمیفهمین که من کدام رنگم روی کدام رنگ بگیرم یا کدام گل پولی کدام گل بانم غلط نباشه و اینا، شما چرت نزنین. برای اتو خانما همیشه گلای تیار مثل ازی گلا که بر من یک دوست ما آورده خودش تیار است و خودش شاندگیست، مکمل برای هر مناسبت و به هر جای اینا در داخل شم میمانادم و این هم روشن میشه، روشنی در شام داره که بسیار مقبول است. چیزای تیاره هم که گلای پلاستیکی یا گلای تازه برای هر مناسبت در گل فروش ها یافت میشه، شما میتونین از استفاده کنین. خدا کنه که این سوالات در مورد گل ها قرارت شما را حاصل کرده باشه و شما بفهمید که من گلای خود چطور ترتیب و تنظیم میکنم. امو گلا را دارم هر هفته سعی میکنم که ازشون یک چیز تازه میشه رفع سوزی که هم در فرصت استفاده کرده لذت میبرن، نانک خود خورده و دستای خود پاک میکنه و در سر چی یک قالینچگه که لم داده و ما را هم سعی میکنه قندوله کرد. خب حال دیگه دیگر هم ماندیم جدا، روغن درش انداختیم بر شله و حال پیاز درش اضافه میکنیم بر شله.
خب الان که پیاز اینه تو رنگ کشمشی تر شد به این ما آب میندازیم. برای از این برای شما که چند قروت آب بسیار زیاد نمی کردیم امامه کم اندازیم که سر برنتیر شود یک دکر به خاطر از این که این شله باید سخت باشه که بتانیم اون را فرم کنیم و در بینش قروت و کوفته و اینا را جای بتیم اونا هم تو درست. حالا که خبرگیرهای کوفته خود هستیم سعی کنیم که دانه های کوفته چه خوب رنگ کشیده و چقدر خوبش پخته شده و چطور سر روغن آمده که حتی یکان دخ میتونین که از امی روی روغن ازی بگیرین و در مغز شله هم پردین که شله ایتون مزدار بیاید مرزی که روغن بردر میره و مجبور نیستین که در شله روغن دیگه پردین. حالا به مواد انداختن آمدیم که دو قاشق نمک در مغز شله خود مندازیم، یک قاشق زیره مندازیم، دو قاشق مرچ سیاه مندازیم، یک گردی از مرچ سرخ مندازیم و دو قاشق هم سیر میده را مندازیم. فکرتون باشه که برای خوبی رنگ شلیتون و امو لواب پیاز کوفته را نه که روغن رویشه اگر تانستید یک ملاقه را در مغز شلیتون پتین شلیتون رنگ رو خوش بسیار خوش میاید. بدون زحمت مال براتون نشان میدم. ببینین که اطراف دیگ اگه ببینین شما میبینین که دیگ پخته شده وقت ختم شد و عیف از این روغن است که ما شما استفاده نکنیم و به مغز شله خود روغن اضافی پرتیم. سعی کنین یک اندازه رنگ میداره. اگه ما یک ملاقه از این روغن بگیریم و کل دیگ شله خود پرتیم هم رنگش خوبش میکنه و هم مجبور نیستیم که دیگر روغن استفاده کنیم. اینال که ایده دمی اوشله انداختم میبینید که اوشله فرق کرد. دیدید؟ این همی باعث مزه شله کچر قروتتان نشد. این نمای کنیم حالا 3 کیلو برنج و 2 کیلو ماش هم میشویم که ماش ما سیستم به اینجا تر کنیم یک تمک پیشتر که اگر ماش نانتر شود و برنج هم میشویم تا که پیاز ما سرخ شود. حالا که هم دیگ میجوشه جوش آمده یک سر جوشیده حالا اول ماش در دیگ بندازیم که ماش یک ذره جان سختر داره نسبت به برنج لک. فقط یک 5 دقیقه تفاوت میکنه. اول اینو مندازیم. سر دیگه میمونیم. یک 5 دقیقه جوش بخوره بود. که ماش یک 5 دقیقه جوشید. ببینین که رنگش خوب بر آمده. حالا برنج خود 3 کیلو برنج را ای اضافه میکنیم. البته نگفته نمانه که بازم براتون میگم که برنج شله کچر قروت سخت جور میشه و یگانه شله است که در شبت نمفته. در تمام شله ها میتونین شبت پردین غیر از شله کچر قروت. ای را با هم شور میتیم و میمانیم که بجوشه برارت کمک بالا. خب اینال وقت رسیده که او دیگ رو و خشکیست
در دیک او دیده نمیشه دیگه، اما بقیش میمونیم برای کار دم که دیگه دم میکنیم که بقیش در دم دادن شلا یک جای میشه و خوبش میشه. ما قبلا در این جوخرنگی ها که چوچه زغال ماندیم که آتش ها یا فقط که روش آتش شده بزده سر از این مندازم که دیرتر دوام کنه. اگر بعضشان سیاس هست خاطر است که ما میخواییم که یک ذره دم دیگه ما دوامدار باشه. کش میکنیم خلاص میمانیم که یک ساعت دیگه ما دم بگیریم. حالا آمدیم در قسمت جور کردن قروب. قروت شما میفهمید که در اینی پاکت هاست ایسو جمید نشته کده و ایسو هم جمید نشته کده به انگلیسی و ایسو هم به فارسی سعی کنید. اینی قوطی های قروت است که اگر شما در دکان های عربی و ایرانی و افغانی برین امی در بین نزی در بین نزی قوطی دو قوطی نزی ها یافت میشه که کلش یک کیلو میشه. ما دو کیلو قروت برای کچل قروت خود کار داریم و شما ممکن یک کیلویشم یعنی یک پاکتشم براتون کفایت کنه که ما چهار پاکت از این قروت هم اندازیم با کمی از ماست. این ماست که براتون نشان دادم مقدار از این ماست هم باش گت میکنیم برای ازی که مقدار نمک از این قروت بسیار زیاد است و برای ازی که ما شدت نمک در قروت کم بکنیم مجبور هستیم که امراش ماست گت کنیم. این من مکس میکنم باز براتون نشان میدم. بیننده های گل من قروت و ماست با هم گت کردیم. غلیزیش بسیار غلیز است سعی کنین اینقه است فقط برابر به یک قطره دیدین اینقه درش آب مندازیم که بسیار بسیار افگین نشه اما مقشبه که ما باز که وقت در روی کچر قروت خود در روی غوری خود قروت مندازیم قروت ها از هم خطا بخورن از خاطر اونمو قطره آب مندازم من غیر از او اینم تو سخت خوب است. عزیزای گل ما اول آمدیم در قسمت کومنتا که براتون کومنتا رو بخونم. دیگه که دم کردیم شلی ما خوب سه دم بگیره تا وقت ما وقت داریم کومنتا شما رو برامی بخونیم. توری کنیدی نوشته کرده که سلام فهیمه جان گلم، ماشاءالله دستای شما درد نکند، چقدر به مقبولی دیو کاسه میکنید. من خودم دیوانه ویدیوهای شما هستم و به تمام فامیلم تعریف خودت را کردم و حاله تمام فامیلم پرگرام های شما را فالو میکنن. ماشاءالله 15 فامیل هستیم. خوش و کامیاب باشید. اسم من سلما از شهر کانادا است. تشکر سلما جان که شکر که تعدادتان زیاد است. خدا زیادتر کنه. شکر که همتان یک جای پرگرام های باره میبینین. خداوند مرحمت بده بهتان. ای کومنت از بیننده عزیز ما از خراسان کوکینگ است. بسیار عالی و بی نظیر. دست شما درد نکند. مثل همیشه کارت حرف ندارد. اولین بار است که من این طور الوای سانک را دیدم. تشکر یک جان بابت این برنامه خوب شما با امید موفقیت های بیشتر شما. تشکر خراسان کوکینگ. انیسه جان صافی نوشته کرده که درودها نثارتان.
خانم فایمه جان میربان و خوش کلام. اولین بار است که طرز تهیه الوای سوهان را دیدم، زیاد خوش شدم، میخواهم تهیه کنم و راستی فراموشم نشود که سمبوسه ماش را که از شما آموختم آماده کردم. خیلی خوشمزه بود و هم اعضای خانواده با شوق میل کردند و از شما تعریف کردند دستتان درد نکند. تشکر انیسا جان، شما هم از طرف ما به همه فامیل احترامات و محبت ها تقدیم کنین. نوشک جانتان، شکر که خوبش آمده بود. بچه وطن نوشته کرده که قربانت خوراک خود با این نانه های خوشمزه. تشکر بیادر جان گلم. رازی مرزا نوشته کرده که سلام خانم فایمه، آرزو دارم که دارای صحت سلامتی کامل همراه فامیل محترمتان باشین. من باشپزی خیلی شوق دارم و بعد از رفتن مادرم از این دنیای فانی دیگر اصلا شوقم از آشپزی از بین رفته بود و مثل قبل اصلا آشپزی نمیتوانم. وقتی ویدیوهای شما را دیدم خیلی شوق آشپزی گرفتم. میخواهم هر نوع غذا را آماده کنم با برنامه شما. دوستت دارم خانم فایمه. آشپزی تا نرف ندارد و تشکر یک جان از این قصه های شیرینتان. موفق و کامیاب باشین انشاءالله. تشکر رازی مرزا، بسیار تشکر. خداوند روح مادرت شاد داشته باشه. رفتگان ما و شما را همه را بیامرزه و جنت بر این جایشان باشه. ما و شما باید چاره نداریم، به ادامه زندگی کنیم و سعی کنیم که سر پای خود استاد شیم و استوار محکم باشیم. سلام مادر جان عزیزم که هنشته کرده، دست هایتان را میبوسم از رای دور، از رای دور کشور سوئد. برنامه هایتان را واقعا که عالی است میبینم. ارزش از این را دارد که ما وقت خود را صرف برنامه های قشنگتان بسازیم و من شخصا خودم خیلی چیزها را از شما مادر نازنینم آموختم. خداوند همیشه موفق و کامگار داشته باشیتان مادر جان. زوال جان غنیزاده نوشته کرده که خیلی برنامه های آموزشی والی دارین، همیشه خوش آرام باشین. بر ما 101 دانه چه محترمان کرده، 75 دانه بیرق وطن عزیز ما را که من قربان بیرق ما شوم، 105 دانه نشان کلاه ملکه را، 75 دانه قلبه، 75 دانه کپه، 75 دانه مدال ستاره داره، 91 دانه مدال طلا، 90 دانه مدال عکس دار، 89 دانه نقره مدال، 93 دانه مدال نمبر 1 با ما تقدیم کردن. تقدیم به خودت مادر عزیزم. تشکر جانم. اگر این کلش که میدانم محبت خودت است، خداوند اگر روز به من یه همه مدال ها را به ایالت ها بر من لایق ببینه، من این همه مدال ها را میفروشم و بر طفل های یتیم افغانستان خود کمک میکنم. تایرشاه سجاد نوشته کرده که سلام علیکم خانم فایمه جان، من راحل هستم، در کالیفرنیای امریکا هستم. مادر جانم برنامه های شما را بسیار دوست دارد و گپ های مفیدتان را بسیار خوش دارد. همیشه برنامه های را تعقیب میکنیم. تشکر رایل جان، تایر جان، سجاد. از مادر گرامی تشکر میکنم، دستایش میبوسم. خداوند عمر بده، برش جان جور بده که همیشه بیننده برنامه ماست. خانه آباد، زنده باشین. وایده جان ساحل نشته کرده که سلام خواهر نازم، خیلی عالی چی گفته، چلب مزدار و ازمه کرده الوای سانه که مرا به یاد خواهر خواندم که از ایراد بود شیما جان آشمی هر وقت برایم به مکتب می آورد انداخت. آب دهنم رفت. به خدا الهی همیشه جور و سعد باشی. خب بیدندای عزیز ما دیگه دم گرفته، کومنت های شما رو خوندیم. ناله می خواهیم که شلی خونه بکشیم. ببینیم که بسیار تفت زیاد است، چون می خواهیم که شله بسیار گرم است. سرشم دم کرده بودم هم روی آتش، معلوم داره که بسیار 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 داغ است. هم روی از این می کشیم. بسم الله. معلوم داره که رنگ شله که چه قرود ببینین باید اینه تو باشه که بسیار تیره نباشه و خودش هم یک ذره سالم تر و خوب تر باشه.
بازی درست میکنیم. بوی شما را تباه کرد. حتما بر شما خوشایند است. راستی قصه های کچل قرو در خانه در فامیل فرق میکنه و زیاد است. جای کچل قرو روی صندلی بسیار مزه میداد که در روی صندلی میماندن و روی چریبی بجانم که قروت چی کچل قروت در روی چری دم میکرد و قروت هم پلوی چری میشید در تقارگه که بسیار بسیار شیرین گلی میمالید و ما هرسون از این سوی سو میرفتیم سونه قروت سیل میکردیم. باز آرزو میکردیم که کاش که یک دانگه گذر بچلاش بر ما بتن. باز یکان وقت بیبیم زود کمینه سعی میکردیم میفهمید. باز یک چلش در لب تقاری قروت میمالید که باشی که خود قروت ها پس شود چل خوشک شد بر ما میداد و ما چقدر خوشحال میبودیم. راستی که خاطراتی که چل قروت برای هر فامیل بسیار زیاد است. هر کس یک خاطره داره از کچل قرود و قصه هایی داره، فکایی هایی داره، چیزهایی داره که هر کس اینال با دیدن کچل قرود قصه ها شروع میشه و خاطراتتان زنده میشه. من خوشحال هستم که دیدن غذاها باعث ازی میشه که شما عزیزا همگیتون خاطرات خوبتان به یاد داشته باشید. البته یک دانه کفگیر یا ملاقه یک قاشق میگیرین و روغن دکه میتین و اطراف ظرفتان طرف داخل شله را پچق میکنین که کلش جمع شوه. کچل قرود همه ترست همه تو میتونین امیال هم چیزی که از بد نیست میتونین در موالت بانینش، اما امی موزش است که باید بروغن یا قرود زده شوه و شله کلش جمع شوه و همه تو نگاهداری شوه و موبایلش هم که برای قرود میمانن جای میمانن. من خوش دارم که یک کاسه بانم برای ازی که خوب است که اینا از خود جای داشته باشن و قروتا و اینا با کلش لاغب نشه از خود جای داشته باشه. ببینید به این شکل و اینال این کاسه مقبوله که میبینید من این کاسه مقبوله میخوایم در اینجا جای به جای کنم که برای هم برای قرمه شوه و هم برای چیز. میبینید که چقدر نمود میته وقتی که این کار آدم میکنه. لبای غوریتان رو پاک کنین که چیز نش نباشه که نیست، اما بازم اون دانه‌ای در اینجا که ریخته باید به این شکل ظرفتان درست کنید. اینال یک ملاقه را میگیریم و مقداری از قروت را به داخل ازی مندازیم. اما قدر که لازم است که در داخل ازی باشه باید ظرف چتل نشه، اما قروت در اینجا جای به جای شوه که نمود بته. فقط اما قدر که لازم است این اما که لازم من میبینم که اینا لازمی کفتگک های قندول سمندول که درست کردیم اینا رو میگیریم و در دور از این قروت خود میمانیم. ببینید به این شکل باید منظم باشه که چیره امو ظرف داره و امو غوری قروت که مقبول میسازه امی قروت هاییست که امی قروت و مساله است که شما برویش میچینین. همچنان من عادت دارم که در بین قروت هم چند دانه کفته را همراه روغنش میمانم که یکی دوتا سهتا چهارتا پنجتا و شش دانه مثل یک گل باره. دیدین بین قروت خود سعی میکنیم که نانای خشک هم پاش بدیم. من سعی میکنم که تنها در قسمت اطراف از این نانا رو پاش بدم تا که وسطش بر دانای مرچ سرخ ما باقی بانه. تو کمک نانا رو هم در روی از این قسمت های قروت مندازیم که باعث مقبولی کچل قروت ما میشه. نال مرچ سرخ که اگر شما میخواین شیرینش پرتین یا سرخشه ایره در قسمت وسطی یا مبین قروتتان مندازین که اینجا سرخ و مقبول یا قطور معلوم شوه. خوبترین وقت کچل قروت امی روغنداغش هست
که روغن باید بسیار خوب داغ کنین و در می ظرف اگر شما می یک ظرف بونین بسیار خوب میشه که مقدار روغن قروت همیشه در جای معین باقی میمونه. ببینید این هم باعث مزه بسیار قروتتان میشه. این هم روغن شد. حالا از کم روغن لوابه که برای چیز جور کردیم برای قورمه میگیریم و در روی کوفته هایی که در دور و دور قرار دارن مندازیم. که اینجا هم یک مقبولی و قندولی را جور کنیم. بینیم یکی دیگه هم لازم است. خلاص این بود که چل قروت ما که قوری ما تیار است به سر بیز ببریم با ما باشین. خب بیرنای گل من آمدیم در قسمت ختم برنامه خود که دیگه شلی ما هم دم کشیده و مرتبان ترشی هم ترشی کدو هم انداخته شده که تا چند روز دیگر بخوای انشالله که ترشی تیار است و خوردنش امیال بوش برآمده. بسیار بوش در اولیتید شده. برتان باید بگویم که اگان در سعی کنید که بجای مصرف کلچه و کیک از میوه های شیرین خشک استفاده کنید که هم کار کیک و کلچه را میته نه تنها میزتان مقبول میسازه بلکه بر صحتتان هم فایده داره. و کچر قروت هم یک غذای زمستانی و هوای سرد ماست که میتونید در هر فصل سالی را تهیه کنین و در پارتی ها و میمانی های زمیمه است، نمود دسترخوان است یا نمود میز است و یک غذای بسیار خوب است که همه ایره دوست دارن. و انداختن قروت و قرمه و روغن در داخل یک کاسه به خاطر خوب است که در این جای ها همیشه ما و شما عادت داریم که در بشقاب ها نان هر کس بر خود جدا میگیرن و برای جدا گرفتن از او بسیار کمک میکنه که شله را اول میگیرن و یک قاشق هم از قروت و روغن در روش مندازن. بسیار راحت تر است از اینکه ما قروت هم در روی شله پرتیم. این هم یک پوینت خوب بود که خوب است که شما متوجهش باشید. حالا وقتی از این آمده که من باید او را امتحان کنم و ببینم که یکی چه قروت را که ما شما قرار در بارش گپ زدیم یه چی مزه داره. خب میایم و از این یک لقمه من میگیرم. کوفتهش هم که دیدین که نام خدا رنگ و رخش بیخی صحیح درست میبینین که درست است. سعی کنین وقتی که تو میگیرین شله هم باید سخت باشه، شله که چر قروت نرم نباشه و یک قاشق جدا برای قروتتان همیشه بانین که قروت ها که در روش مندازین و یک روغنک شه میگیرین اینا باید خوب جایداد داشته باشین. یک دانه از این کوفته ها رو هم بر خود میگیرم به این شکل. امیدوار هستم که نال شما اوقاتتان تلخ نشه و من متاسف هستم به یاد همه کسایی که بر من کومنت نشته کرده بودن نیره میخورم و به یاد همه بیننده های عزیزم مادرک های گلم که چقدر پروگرام من خوش داره. صدقه سر هر کدامتان شوم. مادرای عزیزم چقدر شما مهربان هستین. من میفهم که ساعتکتان تیر میشه اما بازم از حمایت و پشتیبانی شما یک جهان تشکر میکنم. حال وقت خوردن که چر قروت است اگر یک دانه هم از این ترشی کدو در پولیش بانیم یعنی دید ما را فرق میکنه و بویش هم هم پولی از این زیاد میشه که چربی از این را از بین میبره بسیار خوبش است. به خدا امروز یه چیز نمیگم برای از این که هم هوا سرد است و هم این که چر قروت اقدر فکس است، اقدر درست است که اگر درست کدین مزه کدین باز من رو میفهمین که من چقدر راست گفته بودم. واقعا مزه دار است مخصوصا طعم قروت که خود قروت اصلا احساس میشه همراه شله و این کوفته کلولگک های خورده که آدم چقدر با این حوصله میکنه هم چقدر مزه دار است که یک بشقاب جدا مماندیم برای کسی که زیاد میخواه که گوشت خور باشه
هم استفاده خود کنه. در غیر از او کسی که گوشت نمیخوره میتونه شله و قروت استفاده کنه. که ای بود پروگرام امروز ما. از همتون تشکر میکنم، از بیننده های ما که آرزو دارن ما نامایشان بگیریم. نما به اندازه زیاد هستن، تعداد به اندازه زیاد است که وقت برنامه را زیادتر میگیره. هم اومده برگرام های آینده سعی میکنم که یک تعداد نامش را نوشته کنم و یادآور شوم که شما از یادآوری نامایتون خوشحال میشین، من هم خوشحال میشم. اما ای که از بعضی ها را بگویم از بعضی ها را نه، ای باز انصاف نمیشه. امیدوار هستم یک هفته خوش داشته باشین. همگیتان با اتفاق و محبت زندگی کنین. خداوند یار و مددگارتان باشه. روز و روزگارتان خوش. پروگرام ما را سابسکرایب هم کنید.